nostalgia. برو کنار. چه خبره چه هی بوخ میزنی؟ مگه نمیبینی پام درد میکنه؟ از تو جاده برو کنار، چرا راه رو بند آوردی؟ دلم میخواد. واه بازی، شاید یه چیز دیگه هم دلت بخواد. من هرچی رو که دلم بخواد به چنگ میارم، فهمیدی؟ فلفل فرنگی موالا خراب کردی، بی تربیت. بالاخره میری اسبتو بکشی کنار یا نه؟ اگه دلم نخواد نه، همش تقصیر توی که به این ایکبیریا رو میدی. من ایکبیریم نره قورباغه، خودت مایه نگاه نکردی. شاید ببینم، مگه راست میگی؟ بایستا چطوری؟ سلام عمو جون. آه سلام دخترم، شیری یا رو؟ آه از شیرم خیلی اون ورتر. آفرین دخترم، آفرین. قاتل بیرحمو پیدا کردم و کشتم. باری کلا دخترم. خب تعریف کن ببینم چطوری کشتیش. خیلی راحت. اول رد پاشو پیدا کردم. خب بعد خودشو دیدم که یواش 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 داره میره سراغ یکی دیگه. آخه اون ناجنس سالا اقلا صد تا رو نفره کرده. منم تو دلم گفتم قاتل باید کشته بشه، دیگه معطلش نکردم، دنگی زدم تو مخش، بنگ. جسدش چی کار کردی؟ همینجا سمون جون آوردمش. خوش زنده با بودم. دیگه بعد از این تمام مرغ و خروسای اطراف جونشون در امانه، مخصوصا کفترهای مسعود خان. بله درسته درسته، چون تا حالا هر کاری که کرده بود نتونسته بود این شغال موزی رو پیدا بکنه. فایدش چیه عمو جون؟ اون که قدر نمیدونه. اتفاقا قدر میدونه. بله بله سلام عرض کردم. چی کار میکنی؟ که اومدی که من ندیدم. الهی درد و بلات به جون تو پر بکنی، تو رو خدا کمتر غمش میدونی. دل منو آب کردی که. خب ببینم، لابد ارباب تو رو فرستاده اینجا که از من تشکر کنی. ها تشکر واسه چی؟ برای اینکه قاتل کفترای خوشگلشو نفله کردم. بله اونم چه تشکری از تو کردی. بسه بسه دیگه مسخره بازی بسه. برای چی با مامور اومدی اینجا؟ آقا دستور دادم فوراً جلو پلاستون رو جمع کنیم بدونیم بچا چه جاده. بله نه بابا ما چیکار کردیم؟ آخه امروز صبح گل نسا خانم تو جاده دست گل به آب داده، مهمونای آقا رو خیت پیت کرده. مسعود خانم خیلی عصبانی شده، دستور داده دیگه حق ندارین تو املاکش بمونین، باید جمع کنیم بدونیم بچا بریم. مسعود خان برای خودش کرده؟ بله نمیتونه ما رو از اینجا بیرون کنه. راست میگه تو پرخوار، ما سالهای ساله که این اطراف اتراق کرده. درسته ولی اون ممه رو دیگه لولو برد، از وقتی که آقا بزرگ عمرشو داده به بنده اختیار املاکش دست پسرشه. مسعود خانم دستور داده که فوراً شما غلط کرده دستور داده، ما اینجا حق آب و گل داریم.
من الان خودم میرم تکلیفمونو باش روشن میکنم. سب کن گلشو، مگه من اینجا لولو سرخر منم؟ خب منم مانم تکلیفتونو یه سره کنم. شما باید همین الان جلو پراستون رو جمع کنیم. خیلی حق میزنی آن، من خودم میدونم چی کار کنم. سب کن گلشو، مسود خواه مهمون داره، اقلا بایدو با هم دیگه بری اینجا. تو نمیخواد بری، تو باید یه خوردی پیش من بمونی. آره ببینم، مگه منو دوست نداری؟ قربونت میرم. خود چی از تو بیتر؟ شما بفرمین، فلان کسی از کسی شکایتی نداره، بفرمین. بیا بریم یه گلوی تر کنیم. ولی من آخه خیلی کار دارم، ولی خود چون توی بریم تر کنیم. وای چه کبوترهای نازی. میخوای بریم تو باشون بازی کنیم؟ ای شیطون، جا ترگیر نیبردی. هرچی که تو باشی همون چه برای من بهشته. اگه این زبونم نداشتی کلاغه میخورده. بیا بریم تو یه چیزی نشونه بدم. بیا باز که تو پیدات شد باز مجه اینجا چی میخواد؟ با مسعود کار دارم. واه واه چه مسعود شناسم شده؟ لابد تا حالا خودشو تو آینه ندیده. هر کی میخوره نون و پنیر، تو یکی سرتو بذار و بمیر. حالا نمیشه با من کار داشته باشی خوشگله. چرا؟ پس یه گلاس بزن روشن شه. ای به چشم، به سلامتی. اوش صورتشو نگو پیش. این چه کار کردی بی تربیت؟ ببرم تو صورتی. بخوره. مسعود کجاست؟ من چه میدونم، همین زلفات شونه کافه سرموات خراب شده، فوزولو بردن جهنم. نه بابا فکر نمی کنم، هوا آفتابی. از این آب چیه داره میریزه؟ حتما باقون داره گولا رو آبیده. آی ابراهیم چی کار داری میکنی پسر؟ ابراهیم نیست، منم. مگه دیوونه شدی دختر؟ آخه این چه کاریه که میکنی؟ از کار حضرت آقا که بدتر نیست؟ یعنی چه؟ دخترای مردم رو میکشی تو قفس و بهله دیگه. خب جنابالی رسنه. نه ببینم اصلا تو اینجا چی کار داری؟ الان برات میگم. ببینم تو که عصبانی نیستی؟ نه خیر، بفرمایی. من اون شغالی رو که کفترای تو رو خفه میکرد کشتم، اینه هاش. براو شیرین کاشتی دختر. خب دیگه ما اینیم. بله ببین فیفی جون، قاتل شوهرت از بین رفت. بهش گفتی فیفی؟ آره آخه من اسم دوستای دخترم رو کفترها میذارم که یه وقت فراموششون نکنم. مثلا اون یکی زیزیه، اون یکی ویولته، اونم فرنازه. خدا بده برکت، چه کم اشتها. ببینم تو اینا گلنسا مولنسایی چیزی نداری؟ من به دهاتی خوشم نمیاد. دهاتی هم خدایی داره، اینقدر قمپوز در نکن آقا. خیلی خوب، خیلی ممنون که شغل کشتی. دیگه فرمایشی نداری؟ نه خیر. راستی ببینم حضرت آقا دستور دادن ما رو از اینجا بیرون کنن؟ خب بله، مگه اختیار املاکمو ندارم؟ معلومه که نه، ما هم اینجا حق آب و گل داریم. هیچ وقتم بابای خدا بیامرزت از این اداها از خودش در نمی آورد. ولی من دلم میخواد در بیارم. ده نمیتونی ده. میتونم. من از اینجا تکون نمیخورم تا تکلیفمون روشن بشه. بله خیلی خوب، هر غلطی که دلتون میخواد بکنین. حالا برو گورتو گم کن. خیلی هم ممنون. با دو سه من اصلا نمیشه خوردش. خیلی خوب دیگه، تشریف ببرین خانوم. واری کلا، حالا شد با یه خانم محترم اینجوری باید حرف بزنی؟ میری جا بخواه خانم محترم. ببینم برای مهمونی فردا شب چیزی کم کس نداری؟ نه قربان. در هر حال دلم میخواد که به مهمونام خیلی خوش بگذره. میدونی قربان، اگه این کلیه‌ها رو بیرون نمی‌کردین، برنامه فرشم خیلی جالب تر میشد. چطور مگه؟ فکر کردی بودم بگم کلیه‌ها بیان مهمونی رو حسابی گرمش کنن. خب حالا این کارو بکن، دستور قبلی لغوه. یعنی کلیه‌ها اینجا میمونه؟ آره میمونم. قربونت تو بمن. چی شو؟ ببخشید قربان، خیلی معذرت. ای بی‌نادره. گوش کن توپو. خودمونیم جایزه فردا شب، خودش کار قشنگیه ها. بله قربان، ایشالله به خودم بیفته. بگین آمین. آمین. سلام. خانم ها
آقایان خواهش میکنم یکی لحظه فقط به من اجازه بدید چند کلام خدمتتون معروضم. خیلی متشکرم، متشکرم، خیلی ممنونم. من از طرف سرورم مسعود خان اجازه دارم که به مهمانان عزیز خوش آمد بگویم. پس دو تا لیمو دارم، ببخشید دو تا مژده دارم. یکیش اینه که رئیس محترم تبلیغاتی مولان موکت امشب اینجا تشریف دارن و برای اینکه به این جشن رونق بیشتری بدن، جایزه خیلی بزرگی رو انتخاب کردن که به قید قرعه به یکی از مهمانان عزیز تعلق میگیره و برنده خوشبخت وقتی فردا تشریف بردن تهران از شرکت مولان موکت دریافت میکنه. انشاءالله که برنده خوشبخت خود بنده هستم. ضمناً شماره ها بین جشن به دست شما هم میرسه. و اما مژده دوم، اونهاش خودشون اومدن. شما بگیریم ایشالله برنده بشیم. بیا بریم دیگه. بیا این شماره هم مال تو، ایشالله برنده میشی. این دیگه چه؟ بعدا میفهمی. بیا بریم دیگه. خب با اجازه ایشون قرعه کشی رو شروع میکنیم. ببینم همه کارت دارن؟ بسیار خوب، پس شروع میکنیم. شماره شش. خدا حافظ. سلام عرض کردم قربانچی، مرمت علی زیاد، خدا حافظ شما. تصدق جناب علی قربانش، هوای دماغ داشته باشی قربان. آره همینجاست، بریم تو.
مردم از بس بلند و کوتاه شدم به خدا. آرام یا بو علفی کجا داری میری؟ خفت میکنم من خراب دارم خفه میشم یه باش خوله بیا بلی من خفه کردی آخه مگه نمیفهمی چی دارم میگم خفه شدم خانه خراب آخه چرا پات گوشتی جلوی پای من برای اینکه اینجا شرکت تفیلی نیست مثل گاب سرت انداختی پایین داری میری تو الان جوون مرگت میکنم بلد میکنی من چرا جوون مرگ میکنی برو اون که دستور داده جوون مرگ بکن حالا چه غلطی میخوای بکنی اومدی پول بگیری پول پول بگیری آره پس اجازه بده برم بالا برای شما دسته بکنم مرگ تو نه خیر لازم نکرده ما خودمون گونی داریم بیا بریم حامل بریم بابا بریم گونی داریم چیه خانم جان بیا برو دنبال کار زندگی نمونه های جدیدی از محصولات مولن موکت ملاحظه بفرمایید هم مرغوبه هم با دوامه و هم شیک بله ما تعریف محصولات مولن موکت رو خیلی شنیدیم ممکنه خواهش کنم اون اولی رو دوباره ببینی؟ خواهش میکنم بفرمایید. آه چه قشنگه. اصلا بفرمایید بریم تو اون سالن از این نمونه فرش کرده‌شون نشونتون بدم. خواهش می‌کنم. باید با کودک شما هر بیرون بگیرید. خود کردی؟ وایسا میگم. بگیر. شما مسئول میگید دست ما بدی. بگم وایسا. وایسا حالا با من الکول فاشی نکن. میگم وایسا. وایسا تا پدر که در نیا بودم. وایسا میگم. خیال کردی به همین مفتکی میتوانی از چنگ من فرار بکنی حالا گیرم که نتونم تو چیکار میتونی بکنی مرد باز این غول بیابانی یقه منی گرفت مگه تو مثل آدم نمیتوانی حرف بزنی نه خیر اصلا تو چیکاره به جهنم که نمیتوانی خانه خراب شیطونه میگه بخورمش تو غلط میکنی سگ کی باشی گوش بده چی دارم میگم اسم من نوبرزاده است حرف زیادی هم بزنی میزنم تو گوشی بله. بابا علکی گفتم مرگ تو علکی گفتم عجب دیوانه یسی تو بزده نیست ببین آقای دربون جانم. ما که با تو دعوا نداریم چون ای قربان تو بره ما اومدیم اینجا که جایزه رو بله. میگیریم او 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 پس اون دختر دیهاتی تو هستی دختر دیهاتی جد آبادته من پسرم من کالیم دماغو ببین بگویم به دماغ من توهین نکنه چرا؟ برای اینکه این دماغ نیست جیزه؟ بله بگو پولمو بدم و اینو گردنتو میزنم ها خب پس بخور تا برای دیگره چه غلطی کردی پوزمونو؟ آرام حیوان تو خیلی دوری دور بر میداری با مرگ تو کاری نکو که من یک دفعه جوشی باشم میدنم از این آقه سرت میکنم بابا علکی گفتم با مرگ تو علکی گفتم عجب حلوی این مرده که تو هم عجب آدمی رو با خودت آوردی خلق خلق جلد سرخ پوسته است باد مصب گوش کن کولی جان چی دارم میگم پول مولی در کار نیست جایزه جناب علی فقط اینه که من اونور نگاه کن دی خانه خراب غول یک ماه باید بری فرانسه یا پاریس پاریس؟ بله بدبخت اقلا بگو برو زیارت که قبول کنم و این چیز گونی رو بی خود آوردی؟ نه جانم بی خودیگی نی آوردی برگشتنی تویش که و یونجی میریزی که توی رب گوشنت نشه میزنم ادا سگ کی باشی؟ من میخورم ادا بابا علکی گفتم غول بیابانی عجب گرفتارش ببینم اگه پول نمیدن پس واس شما را این همه را از اونجا کشوندن اینجا؟ بله بیلمی معلوم میشه همه کاراتون کلک و حق بازیه بریم حامد جایزم بخوره تو سرت و این گونی چی میشه؟ بینم باره تو بکش بسره بابا بکش بسره بابا جایزم تو ببینیم ام نه آدم هم خواهکه بیداریم بوره بریم آدم نکنی بی صحبت در گرس کلیم کجا رفتیم آقایون باید برز برسونم که بالاخره جناب آقای مدیرعامل تصمیم گرفتند که همون دختر کولیه برنده جایزه اعلام بشه و برای یک ماه بره به پاریس به نظر شما این کار درستیه؟ فکر نمی کنی اون دختر آبروی شرکت رو ببره؟ نه تنها آبروی شرکت رو نمیبره تراپوز بهترین وسیله تبلیغاتی است برای سلام قربان سلام با خدا تو مم شد قربان شما برم یک بار خیلی بزرگی را از روی شانه شما ورداشتم و گرفتم خودم انداختمش دور پیکارش قربان راجع به چی حرف میزنی؟ دختر کولیه قربان دختر کولیه خودم دست به سرش کردم همچین گذاشتم قاطی قلاب سنگ کوبیدمش به دیوار مثل برف پارسال رفت دیگم پشت سرش نگاه نکرد به جان جناب علی قزم که اینطور؟ بله قربان حالا اجازه بفرمایید که در حسابداری اون پاداش ما رو با ما بده دی قربان پاداش؟ بله قربان پاداش بنده به شرکت جناب علی مبلغ 100,000 تومان مفاد رسانیدم قربان
از قدر تومن یک قدر میکند به عبارت 10,000 تومن. خب که این تو که شما 10,000 تومنم پاداش میخواییم. با جان عزیزی شما نباشدم من تازه مایکاری حساب کردم. غلط کردی مرتی که هیچ میدونی چه ضرری به شرکت زدی؟ تو بزرگترین وسیله تبلیغاتی رو از ما گرفتی. تو اخراجی، برو بیرون. قربان با من رحم کنید، من بدبختم. من کار من دوست دارم به خدا، از اون گذشته من دارای 5-6 زن زن و بچه 6-7 زن کلفت نوکرم به خدا غصب. خدا رو خوش نمیاد اگه من بیرون بکنید. خیلی خوب، اگه میخوای اخراج نشی باید هر طور شده اون دختره رو پیدا کنی و الا خلاصم. باشد قربان، پیدایش میکنم. اگر زیر سنگم رفته باشد من اونو پیدا میکنم قربان. با چشم. ای مدیر، میخواستم عرض بکنم شماره تیلی. بله دختره چند بودی چی قربان؟ ببخشید معذرت میخوام، میخواستم بگویم که حالا چجوری من اینو پیدا بکنم. من چه میدونم، اون یه کولیه. جای کولی ها معلومه. بله. بگر تا پیداش کنی. اگه شده 7 جفت کفش آهنی پاره کنی باید پیداش کنی. چشم قربان، ولی حالا کی کفش آهنی میدوزد قربان؟ حالا که دیگه خیلی خوب خفش بسته دیگه. چشم دیگه قربان. باشه گذشت اون زمان دیگه قربان. اجازه بفرمایید پس اون اداری حسابداری خرج سفرگی یه واشکی برای ما بنویسه. بسیار خوب، برو گم شو. قربانش بفرم برم زیاد. مرجان من قورباغه نیستم بو خدا، من نوکر توام در بس دست سر ما ورده قربان. ناموس کو دخترای ما چیکار داشتی ها؟ دوست ناموس کو دم قربان، من به ناموس کسی کار ندارم بو خدا. سلام. اینجا چه خبره؟ این مرد میخواست به دخترها دست درازی کنه، باید بکشیمش. بله درسته، قیافش هم به اینجور آدم ها میخوره، باید دارش زد. آیه کت خدا جان، تو نه سلامتی کت خدا، اینجا ریش سفیدی، تو نباید زود تصمیم بگیری قربان اینه اعدام بکنین. آخه یه محاکمه یه چلو کبابی چهار روز پذیرایی خدا میزن تو گوش. راست میگه، بهتره محاکمش کنین. بیارینش پایین. جلسه رسمی شد، از خودت دفاع کن. چشم، عرضم به حضور عزیزم. لازم نیست. مگه اینجا دادگری لازم نیست قربان؟ خودتان داری میگین دفاع کن. گفتم لازم نیست. ببینم نظر تو چیه؟ اعدام. بله باید اعدام بشه. خب تو میتونی ازش دفاع کنی؟ نکت خدا جان، قربان تو برم، من خودم میتوانم از خودم دفاع بکنم. دستای منو باز کنی، زبان من که لال نیست، دو کلم حرف بزنم. لازم نکرده حرف بزنی. تو ازش دفاع کن. بلند شو جانم، بلند شو، الان ازت دفاع میکنم. قربان تو برم. آقای رئیس، آقایون، به عقیده من بله این دزد ناموس باید اعدام بشه. خدا با دست ننه درد نکنه، با این وکیل درست کردم وکالت. دیدی
حیف این هیکل روی زمینه، با مرگ تو این باید بمیره، خیال آدم راحت بشه. آقا اجازه بده من دو تا کلام مر بزنم. لازم نیست. اعتراض دارم. کارت نیست. بابا بس یه طلب بندازیم اعدام کنی راحت، چه دادگاه ایست واسه آقا برای آقا. گفتم لازم نیست. اعدامش کنی. آقا اگر باری گران بودیم رفتیم، اگر نامی رو با مردشون ترکی بتونیم کنه رفت. آقا جان حالا که موقعی مردن منه یه قد آبا خوردن با من بدیم باشیگم بشنه نمیره. باز کروازی داره یا باب خبری نیست. یه گاو مردم میخوام بکشن لبا باخچه بین آب میده. چرا ما تایی؟ بچشینش بادا. بکشن. بیا چلو ببینم. آقا ایشم یه قد آبا من بودی من دارم میمیرم بود. بایستا. بچشینش بادا. باب من این مردم میشناسم. بله درسته. بکشی بالا میخوام ببینم کار دارم باید برم رسم. او رسم میگه درسته درسته بخودم. من این آقا رو میشناسم. آقا تو هم چشمت باز کن درست بوده چشمی من نگاه کن. من همون دربانه هستم. تو با اون دختر آمده بودی اونجا جایزی بگیری. درسته ولی تو به من فحش دادی. من غلط کردم. جان مادر تو با اروای پدر دین تم بمیرد. اینو باز کن اینو باز مرگم من با این آقا. بابا این مرده که با من دشمن اینو باز نمی کنه. من نوکر تو هم غلطی کردم من بابا. خیلی خب بسته دیگه. قربانی تو برم دایی بابا اینه باز که اینقدر روشر بزنی من دارم زنه ترک میشم آخه تو صدق گفتم خفه شو تو امری میزنم توی گوشت اینجا یه پارتی هم پیدا کردم ببینم جان. اومدیم کل نساد جایزه آها تو بمیری بنده آمدم اینجا ترتیب کارا رو بدم جایزه رو بدم خیلی کار داریم ما باید با هم دیگه سوئیل بس کن جانم بیا اینو قربان تو برم بلکن باز... بیتر بیا اینقدر تو فالی نکن مزور بدبختی اینو مش میکنیم اینم برای من غمیش میاد تو بمیری نگاه کن بدبختی ما رو ببینم باید براش جشن بگیریم. آها آها. اون مهمان ما. عشق و به سر هفته جنون میکشه دختر کولی اگه عاشق بشه عشق و به سر هفته جنون میکشه عشق و به سر حد به جنون میشه دختر کولی اگه عاشق بشه عشق و به سر حد به جنون میکشه عشقو به سر حد به جنون میکشه دختر کولی اگه عاشق بشه عشقو به سر حد به جنون میکشه بله 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 ب
جایزه گلنسا رو با خودت بردی؟ نه قربان شکلت، جایزه که آوردنی نیست، جایزه رو میبرن تصدق جناب علی. آوردنیه؟ بله تصدق شما، یعنی گلنسا خانم ما یک ماه باید برود مسافرت. چه؟ آخش، اعدامی هم قربان. میگم که چه آقا، میگم اینا کی من اعدام میکنن، من که از غصه مرد. قهوه قربان دستت. ببینم نمیشه خشکه بش بدی. نه قربان تو برم، دست بنده که نیست، دست خود شرکته. ای قهوه تو رو اروای پدر دست سر من وردر برد، من بیرون روی گرفتم. بخواه نخواستی فنجونو برگردون اینطوری. ای قربان دست دین از اول بگو. عیبی نداره ای کت، خدا گو با من چی مرودی. راجب مسافرت گلسا فردا صحبت میکنی. من باید امشب راجب این موضوع فکر کنم. چشم. گلنسا تو اینجایی؟ حتما داری به مسعود فکر میکنی. آره اصلا از جلوی چشمم دور نمیشه. قصه نخور، درست میشه. نه لیلا، اون داراست، پول داره، اما من چی؟ عوضش تو خوشگلی، قلبت صافه، مثل دخترهای شهری رنگ و روغنی نیستی. خیال میکنی اینا ارزش داره؟ خب معلومه. میدونی لیلا، دوست داشتن خیلی خوبه، خیلی لذت داره، ولی به شرطی که دو طرفه باشه. از من میشنوی؟ برو جدی با مسعود حرف بزن، حرف قلبتو بهش بگو. آره راست میگی، فردا میرم باش حرف میزنم، اون مجبوره به حرفای من گوش کنه. صبح بخیر قربان. صبح بخیر، برو چمدون منو ورده بیار. به سلامتی کجا تشریف میبری قربان؟ میرم اروپا، همین امروز هم گرفتم که یه سره برم. چرا با این عجله قربان؟ از دست عمو جون، خبر داده که میادی. آه صحیح، پس میخوای از دست عمو جان فرار کنیم. بله تقریبا، ضمناً در نظر دارم یه کارخونم سفارش بدم. از او گذشته فردا که وارد میشه یه بند قور میزنه که تو باز حتما زن بگیری. نمیدونم بابای خدا بیامرزم بیکار بود که یه همچین وضعیتی کرد. خب زنه رو بگی قربان، چه عیبی داره؟ اگه حمایت خانواده میذاشت من الان 14 تا میگرفتم قربان. چرا 14؟ آخه 13 تا نه چه قربان. ولی احمق جون، تا بازار آزاد هست، تا فیفی و زیزی و همسارا بله. وجود دارن بله. آدم عاقل که توق دهنت بله به گردن نمیندازه. بچم شب دونو منو برده. چش قربان، هرچی باشه شما موتور تو این کار سفید کردی. وای وایسا کجا داری میری؟ میخوام باهات حرف بزنم. وایسا چه خبرته بابا؟ اگه اینجا سر جالیده داری داد میکشی؟ به چه مربوطه؟ اصلا بگو ببینم. زود باش بگو ببینم این ارباب خودت کجا. من خول نیست، خیلی هم گله. دوبما یخه منو بمکن که همین یه پیرنه بیه. به درک، حالا میگی کجا رفت یا جرش بدم؟ خیلی خوب میگم، خیلی خوب میگم، ایشون تشریف بردن اروپا. اروپا دیگه کجاست؟ خودم هم نمیدونم. ده حرف بزن خیلی. خیلی خوب یادم اومد، اروپا پاریسه، این رفت پاریس. گلنسا تو کجایی دختر؟ من که بس که دنبال تو گشتم به خدا. اون رفت. خب رفتی رفت، اصلا بری لدست باباش. آی حرف دهنه تو بفهم. چرا همچین میکنی بابا جان؟ تو اصلا رجیب به کی حرف میزنی؟ ما اول بفهمیم با کی طرف هستیم. تو چقدر خنگی مرد، من که به تو گفتم اون مسعودو دوست داره. او آها آها فهمیدم، پس تو خاطر خیلی اون مرده که یه حواسران شده. گفتم بعد و بیرا نگو، فهمیدی؟ باز بابا تو یقه منو چرا اینقدر میگیری؟ حالا کدام درکی رفتی؟ خفه خون بگیر، خودت درک رفتی. ببخشید قربان، حالا کجا تشویش بردن؟ تشریف بردن آقا پاریس. چی؟ پاریس؟ جا پس چرا معطلی؟ خب چی کار کنم؟ یلا را بیوف بریم دی؟ کجا؟ پاریس. مگه پاریس رفتن علکیه پسر؟ از دولکیه منترفتره، جایزه ای که نصیب تو شده یک ماه گردش در پاریسه. چی داری میگی؟ این تم بیمیرد به خدا. وای الهی قربونت برم. نه ده قرار مچ بکنی، بس چی شده؟ آخه عمومو چی کار کنم؟ اون با من خودم یه جوری سرش رو زیر آب میکنم. راست میگی؟ بله. ببینم قول میدی که برادرزاده من به سلامت برگرده؟ بله قربان، قول شرف شرف میدم. من قول تو قبول دارم. باشه، اما شرطش اینه که تو هم باهاش بری. نفهمیدم چه فرمایشی فرمودی؟ اگه میخوای قبول کنم تو هم باید باهاش بری،
من فقط دخترو به دست تو میسپارم. خب منم به دست خدا بسپار، تکلیف شرکت چی میشه؟ من نمیفهمم، من تو رو میشناسم. های مسرور. بله قربان. مراسم انجام بده. اطاعت قربان. چیکار میخواد بکنید قربان؟ مراسم چیه؟ باید من و تو با هم پیمان برادری ببندی. که چی بشه؟ که دخترو دست تو بسپارم. که دخترو مثل چشم ازش مواظبت کنی. چشم. من حاضرم. این مرده که برای دست مرده که رو بریدی. نوبت تو داره پکر بگیری. من بیزر زمین خانه خراب اینگر رستم دستان گرفته. یا ببینم. یواش یواش. راز بده جنب، راز بده. پس مسعود کوش کجاست؟ تو که میگفتی اگه بیاییم پاریس حتما اونو میبینیم. ای بابا بده ما از رب برسیم، بد سراغ اون پسر رو بگیر. عجب گرفتاری شدم با خدا، کشمی اون قرارداد لعنتی با خون نازنی نمیمزنه کردم. آه حالا خیلی دلخوری. معلومه جانم، معلومه. اگر اون قرارداد لعنتی نبود من اینجا نبودم. آخه جان من، من چه با پاریس ها؟ بگو جی بگو. ای خدا، یعنی میشه من مسعودم رو پیدا کنم؟ یعنی میشه آ خدا؟ به به، یکی میمرد ز درد بینوایی، یکی میگو مامان زردک میخواهی. آره میخوام، میخوام. کجا دارم؟ قربان چشمان بادامی تو برم من، دست خوش بابا. آه تو هم کمش قر میزنی، نگاه کن ببین مسعودو میبینی یا نه. اتاق چیه؟ سلام عمو جان، این گل سایی ما رو ندیدی قربان؟ خودت رو ذلیل بکنه به حق پنجتن. آخر یه بی پدر مادر تو که من درب داغان کردی، مگه جلو تو نمیبینی ها؟ حرف بزن، مگه کری کوری لالی؟ تو ایرانی هستی؟ بله، چطور مگه؟ چه یا از ایران آمدی؟ همین الان، الان آمدم. الهی قربونه تو هم بترم برم. یواش بچرده. الهی فدات بشم که بوی ایران میدی، بوی مملکت رو میدی. بذار ببوسمت، بذار بود بکنم. ببینم خانه خراب، تو که اینقدر وطنت رو دوست داری، پس اینجا چه غلطی میکنی؟ چی کار داری میکنی ها؟ من 10 سال پیش اومدم اینجا که درس بخونم، ولی گیر رفیق بد افتادم و از تحصیل عقب موندم. پدر مادرم داری؟ آره. بیچاره پدر مادرت. تو جواب اونا رو چی میدی ها؟ ها پر رو؟ اونا خیال میکنم من دارم دوره عالی رو میرم. بیچاره پدرم شب و روز زحمت میکشه و ماهیانه برام پول میفرسته تا من تحصیل بکنم. ولی تو مثل دخترم موهایت رو ویزویزی کردی؟ اون وقت با ماتور سیکلیت را افتادی خیابان ویراج میدی ها؟ ببینم تو خجالت نمیکشی پول وطن تو رو میاره اینجوری اینجا هدر میدی ها خانه خراب؟ تو اصلا از ایران خبر داری؟ میدانی روز بروز رو به ترقیه و دنیا به وجودش افتخار میکند ها؟ اون وقت خانه خراب تو اینجا علاخان بلاخان سرگردانی؟ آره قبول دارم، اکثرا از تلویزیون اینجا میبینم. جدا این 10 سالی که من نبودم ایران خیلی عوض شده و من افسوس میخورم چرا نباید الان تو مملکتم باشم. راستی ممکنه یه خواهشی ازت بکنم؟ بگو جانم. تو یه عکسی چیزی از ایران نداری بهم بدی نگاش بکنم، یا بهم یادگاری بدی؟ عکس خودم دارم. ولی نه نه، یک چیزی همراه خودم دارم که برای هر ایرانی یا یک دونی. لطف در حقم میکنی؟ آره میکنم. چشم بفرما. چیزی را دارم که خودم آوردم، شب هستر منو بذارم روی این بخوابم. برای هر کسی یا 1,000,000 ارزش داره. قربتش نگاه کن ببین چیه. خدای قربت این چربت برم. ای خدا. خاک پاک گیلان زمین است. تو خدمت بزرگی به من کردی، حالا هر کاری بخوای برات انجام میدم، هر کاری داشته باشی. راست میگی؟ آره امتحان کن. من هیچی نمیخوام، فقط این گلنسه رو پیدا کن بدی دست من. من فقط اونو میخوام بخوده. گلنسه؟ آه گلنسه.
اون یه دکتر کولی از تسکی پیاده شد، ما هم دیگه رو گم کردیم، من تو تاکسی جمع موندم قربانت برم، داستانش مفصله، بعدم برای تو تعریف میکنم. خیلی خوب، بیا سوار شو، میگردیم پیداش میکنیم. بپر بالا. بله. چون؟ فدا چون؟ زیاد بونه کن، تو ماموش میکنی. گمش میکنم دیگه کنم یازیم. شبها بدون اون ما خواب نمیبره منه. بریم. بپر بالا. سوار بشم. تسیر مسیر در یه نمار زمین نزینی بره. کدوم حدود پیاده شده؟ همین یکی تو خیابان اون برده تو بریم من پیدا کنم. بریم تو. صرف بشین کنه. خدایم لعنت بر شیطان، همین یکی رو کم داشتم. ده مردی که این نره خون چی میخوای دنبال من را افتادی ها؟ شیخش مسعود؟ آره آره با مسعود میخوام، دارم دنبال اون میگردم. آه سموه هم مسعود. پس تو میدونی اون کجاست؟ بیمت بزیر. تو رو خدا منو ببر نشونم بیر. ینوه ینوه برای قشنگ این دورو برای چشم بنداز ببین چیزی میبینی. دارم نگاه میکنم. منو کجا داری میبری؟ آهای با تو هم رو کشی چیکار کنیم بره؟ یکی من یه فکری به نظرم رسید. چی فکری جم؟ ممکنه گلنسا گل یکی از جوانه اینجا رو خورده باشه. یعنی چی؟ منظور چی؟ معمولا اینجور وقتا باید توی جنگل دنبال گم شده اون بگردی. محکم بشین توی جنگل؟ خدای مخالیت باید محکم بشین. چش شوتن بیرون خود نه من بازل attendre s'il vous plaît attendre چی شد تا اینجا علکی آمدیم؟ باید همین جا باشه. برای جانور گشت بی جنگل نه آدم. اینقدر حرف نزن. باشه بابک اون مرده که روی افتاده کدو بگیرش. نه دو این پدر مادره شو مردی سبی بلاشو نمیتنی من بیام دانش ابروی بچه های ایرانه بردی مردی سبی بلاشو نمیتنی من بیام. نه خیره میسی که خر منه فقط برابو برابو باریک الله مرحبا. واقعا نشان دادی که ایرانی هستی. ببینم گلنسا همینه؟ بله همینه قربان تو برم که پدرم من یکیه در آورده بخودم. خب کار ما دیگه تمومه، امری فرمیشی به من نداری؟ وایسه ببینم چطور ندارم. تو باید کمک بکنی من مسعود رو پیدا بکنیم. مسعود دیگه چیه؟ مسعود همون آدمیست که این خانم به خاطر اون آمدی اینجا پدر ما رو در آورده. اینجوری که نمیشه، بریم هتل استراحتی بکنیم، لباس رو عوض بکنیم، بعد میگردیم مسعود رو پیدا میکنیم. باشه سبکم. راستی من یادم رفت تو بپرسم تو چجوری از تاکسی پیاده شدی من نفهمیدم. آخه یه نفر رو دیدم که از پاش خیلی شکل مسعود بود. به 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 خانم نگاه بکن، یه خانم دیگه از این کارا نکنیم، من گیرم و یوتیوب یفتم من در میزنه ده. فهمیدی چی دارم میگم؟ بریم آجان کمک بکن تو رو بخدا این مسعود پیدا بکن، من بدیم دست این از شرش خلاص بشه. قربان تو هم میرم من دست دوگه. موسیقی
نزن. من این همه راه اومدم که مسعودمو پیدا کنم. من یه سوال، تو گفتی گرنسه همش دنبال مسعود، بهش محل نمیزنه، چرا؟ خب معلومه، برای اینکه آقا عیش است. اینقدر سنم درده یا سنم توی اون بوم است. اینو راست میگه، مسعود دخترای رنگ و روغنی رو بیشتر دوست داره. درست قربان، همینه. پیدا کردم. بده من جانم. بده من. من یه فکری به نظرم رسیده. بگو ببینم چیه. بگو دیگه. من میگم حالا که گلنسا اومده پاریس، بهتره عوضش کنیم، خودشو به رخ یارو بکشه. من مطمئنم که همه چیز تغییر میکنه. چی میگیره؟ مگه یارو خره؟ آهای! حرف دلتو بفهم. یقه منو گرفت. بابا این بی‌سب شده، پره شد، نمیفهمم من دارم با نفع این حرف میزنم. من این حرفا رو نمیفهمم. نباید به اون فحش بدی، فهمیدی؟ چشم. حالا میذاری ببینیم مارکت چه غلطی میکنه یا نه. خب با نظر تو چه فرقی میکند؟ اون که اینو دوست نداره، حالا چه با این قیافه چه با قیافه مادر فولاد. مادر فولاد سر مادرته. خیلی خب بابا، ول کن، این بی‌صبر شده رفت. باز ما یه غلطی کردیم. گوش کن، اینجا سالونای زیبایی تو رو آدم عوض میکنن که ممکن نیست نزدیکترین کس آدم آدمو بشناسه. راست میگی؟ به مرگ تو. اوه با من شوخی نکن، ریب تو بگو. بابا یه خرابه کن بابا. معذرت میخوام بابا، از بس ما با این بابا نشسته برخاست کردیم، اما معذرت میخوام، اخلاق اینم با ما سرایت کرده، فهمیدی گول نشد؟ چی رو؟ با کتاب لیلی مجنون تمام شد، تازه میبوسی لیلی زنست یا مرد؟ ها؟ خانم جان، آقای جمشید خان میگه اگه تو خودت عوض کنی، مسعود تو رو نشناسد، ممکن است با آرزوی خودت برسی اون عاشق تو بشه، دیگه کاری نباشه. ولی من دلم میخواد اون عاشق خودم بشه، نه قیافه عوضی. همیشه از ما طلبکار بره. اشتباه میکنی. تمام مردا ظاهر زن رو دوست دارن. دوست دارن زن شیک پوش باشه، مرتب باشه، خودشو برای مرد درست بکنه. ببینم تو اصلا میدونی چرا اکثر مردای ایرانی با اینکه زن دارن میرن معشوقه میگیرن؟ بله، برای اینکه دلن. منگی نیست. نه اشتباه میکنی. برای اینکه زنای ایرانی فکر میکنن به محض اینکه شوهر کردن دیگه باید بی اعتنا باشن، دیگه نباید به خودشون برسن، در صورتی که زن فرانسوی روزا کتبانو و شبا برای شوهرش عشقه، عشق. و برای همینه که مردای فرانسوی خودتو عوض کن، اون عاشقت میشه، بعدم وقتی فهمی تو همون گلسایی دیگه براش اهمیتی نداره. باریکلا پسر، باریکلا خانم جان. این آقا پسر 10 سال توی این مملکت درس همین چیزا رو خنده، به حرفاش گوش بده، گوش بده، این تم بمیرد به آرزوی خودت میرسی. باشه، هر چی تو بگی. من نمیگم، این جمشید خان میگه. ولی تو به تنهایی نمیتونی این کارو بکنی، نوبرم باید بهت کمکه. قربان احمر داخلی من، من حالش ندارم قربان. اتفاقا چون تو از اول با گلنسا بودی، تا آخرشم باید کمکش بکنی. آره من غلط میکنم قربان، دوم من نگی بده، ما بریم با کار زندگی ما برسیم، پیش خدمتی خود منو فکر کنیم. به جهنم نمیخوام، اصلا من دختر بدبختی هستم. حالا بیا و درستش کن، ما یه چیزیم بدهکار شدیم. اون دختر خوشگلی، تو باید مثل یه معلم راه نمایش کنی. برو از دلش در بیار، گناه داره. برو دیگه، بای نسو برو. مرد شور این قلب منه ببارد که اینقدر مهربانیست. سلام بخدا. برو، تو هم برو، من با درد خودم میسوزم و میسازم. من غلط میکنم برم، من تا آخر عمرم هم موش زنگوله با پای تو هستم، کجا برم قربان؟ من تو رو دستوردار نیستم بخودا. راست میگی؟ آره بخودا. نوبر خدا رو شکر. وقتی قیافه رو عوض کردی رفتیم ایران، تو باید به حرف من باشی. هرچی میگم باید بدونی چونو چرا قبول بکنی تا به عرضوی خودت باشی. چشم، هرچی تو بگی. باریکلا. خب آقای جمشید خان، حالا چی باید بکنیم؟ معلومه، بریم سالن زیبایی. رابیو این دختره کجاست؟ چه بلایی سرش آوردن؟ چطور شد آقا؟ چرا بابا یکم صبر داشته باش، عجله نکن. برر اگر میخواستم پوست صورتشم قلفگی بکنن سر تفا عوضش کنن، الان باید تمام شده باش. آقا چطور شد؟ کور باش. بابتم صبر داشته باش. برر که صبر من تمام شد، ندارم کور. چی دو شد آقا؟ برر ایامان اونهاش، اونم گل لسن شدی تو، من گل نسایی نمیبینم. همونی که اونجا وایستاده دیگه. من گل نسایی. آره دیگه، مرگ من. جون تو جلال خالق، اینجا دیگه کجا؟ کاش ننه بزرگ منه می آوردم و درستش می کردم، بعدشم جای یک دوشیز غالی باش می کردم. بریم دیگه با بریم. بریم می بینم.
تباریک الله احسن الخالقیان طرف چی شدی؟ مرسی بکو کوکو؟ نفهمیدم طرف فرنگی لعفی حرف میزنه، یعنی شما زبانشم عمل کردی؟ وای دادم جندرین چه خاکی با سرم شد. عموی این دیگه اینه از من قبول نمی کنه، اون همه گل اولیه رو میخواد، الان چه خاکی با سرم میزنه؟ ناراحت نباش، هر وقت دلش بخواد میتونه گل نسا بشه، هر وقت هم نخواد میترا خانم فرنگ رفته. نوبر جون من دیگه حوصله‌ام اینجا سر رفته، زودتر برگردیم ایرون. کلک بگو میخوام هرچی زودتر خودم با مسعود نشان بدم، اتفاقا مرخصی ما هم تمام شده، باید هرچی زودتر برگردیم ایران. من از شما خیلی ممنونم، خیلی به همون کمک کردی. وظیفم بود، مدت ها آرزو داشتم که بتونم یه جوری به هموطنانم خدمت بکنم، حالا خوشحالم که تونستم یه کمی به آرزوم برسم. منم آرزو دارم تو را هرچی زودتر در خاک ایران ببینم. خدا از زبونت بشنوه، به خدا آرزومه که یه روزی دو مرتبه ایرونو ببینم. حیف که از روی پدر مادرم خجالت میکشم. خب را بیفتیم، باید کاراتون رو برا بکنم که به سلامت. سوار میکنم قربان، سوار میکنم، خیلی وقت دوار میکنم قربان، انشالله که سفر به شما خوش گذشته باشه. عوض این حرفا بگو ببینم از بچه ها چه خبر، خانشو خوبه؟ میمی، زیزی، پری برام تلفن نکردن. آبا چی بی هوا 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 پس خیته خیته سیبیل بی امو بی سیبیل چی داره میگه احمق جون؟ چرا پیچیده پیچیده حرف بزنی؟ هیچی قربان، من دارم سر مگسا رو میزنم. اینجا که سگ مگسی چرا اتفاقا قربان؟ یه دونه هست خیلی درشتش هم هست، اونه هاش ملاجه بفرمی. من که از حرف باشه سسلم همون چون مگه شما تشریف نبوده قربان؟ ببینم از این که من هنوز اینجام دلخوری پسر جون. نه 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 همون چون اختیار داری، خیلی هم خوشحالم، مگه نه پسر؟ نه یعنی خیلی هم بله. موافقی چند کلمه راجع به مسافرت با هم حرف بزنیم؟ بفرمایید. پس بیا بریم. خواهش می‌کنم بفرمایید. باید همه چی رو برام تعریف کنی. لا 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 عجب ناگزیه. چه خبره بابا؟ چته؟ چرا تو بابا مردم بوق میزنی بیخودی؟ سلام عرض می‌کنم خانم. سلام. ببینم مسعود اومده؟ بله، یعنی نه خیر، هنوز نیومدن اون بالاهاش. حالا چطور؟ بله، یعنی همین الان تشریف آوردن، ولی خیال نمیکنم بتونن شما رو ببینن. برای چی؟ برای اینکه عموجانشون اینجا هستن. من باید ببینمش، دلم براش تنگ شده. جون شما نمیشه، آخه عموجونشون ناراحت میشن. حالا چطور؟ هر کاری یه رای داره، یه جوری خبرش میکنم که عموجانشون نفهمن. باشه. شما هم یه تشریف داشته باشین، من حتما خدمتتون. خب تعریف کن ببینم، مسافرت خوش گذشت؟ چه خوشی عمو جو، رفتم پاریس که یه کارخونه پنیرسازی سفارش بدم. خب سفارش دادی؟ بله، قراره تا یکی دو ماه دیگه تحویل بدم. خوبه، ولی من فکر میکنم اگه این کارخونه رو از بلغارستان یا هلند میخریدی خیلی بهتر بود. بله، ولی پنیرهای فرانسوی هم بد نیست. بله پاریس چیه؟ باز داری سگ مگس میزنی؟ نه قربان، این دفعه دارم ورزش میکنم، ملاحظه که ببخشید عمو جو، به نظرم یکی از شرکای کارخونه اومده با من کار داره، الان برمیگردم. توپل؟ بله قربان، بله قربان، بله قربان. بله ببینم، بله قربان. مسعود خیلی کار میکنه مگه نه؟ بله قربان، تفلک از بس کار میکنه از خواب و خوراک افتاده، اصلا راحتی نداره، مرتب رو کاره. این نمک به هارون، این دفعه اگر خواستی ورزش کنی میدونی کجا باید بری؟ بله قربان، میرم زورخونه به سلامتی. ولی مواظب باش، میدیدو که برمیداری گردن تو نشکنه. خب باز اخ اخ یکی دیگه اشقشو میکنه گوش منو بر من خواهد کنده بشه. خیلی خوب برو دیگه، عموم اینجاست، نمیخوام تو رو ببینه، برو. پس کی همدیگه رو ببینی؟ بهت تلفن میزنم، برو قربونش برم، برو. اگه سوغاتیایی رو که برام آوردی به دخترای دیگه بدی میکشم. چش خیالت راحت باشه، رو چشمم، برو برو عزیزم، برو قدشو برم، برو برم. آفرین، تلفن بزن یا چش حتما برو. خب با شریک طرف زدی، نظرش راجع به کارخونه چیه؟ والا عمو چون میگه کارخونه خیلی عالیه. ببینم موافقی دنباله صحبتمون رو ادامه بدیم؟ برای عمو جون، برای بفرم میکاش بکنم. گوش کن مسعود جون، من نمیخوام به کارهای تو دخالت کنم، چون هر جوانی باید از زندگیش لذت ببره، ولی میدونی که پدر خدا بیامرزت فقط آرزوش این بود که تو یه روزی ازدواج بکنی و سرانجام بگیری، برای همین تو رو به من سپرد. میخورم اینا فقط به خاطر پول دنبال تو هستن، درسته؟ درسته عمو جون، حق با شماست. مسعود خان تلفن. با اجازه شما عمو جون. چه؟ قربانه. سلام هرمز. آره الان اومدم.
خیلی خوشحال شدم. میدونی بچه‌ها چه تصمیمی گرفتن؟ الان بهت میگم. قرار گذاشتن هر وقت تو میای به افتخار ورودت یه مهمونی مفصل تو یکی از هتل‌های درجه اول ترتیب بدن. با من نمیتونه این کارو بکنه. حالا میبینم. بابا. بابا. بچه‌ها مشکل رو. باید مسعود همین یارو باشه که برق گرفتش. آره آره خودشه. تا منو دید دست و پاشو گم کرد. الهی قربونش برم. صبر کن دختر، چرا از هول حلیم افتادی تو دیگ؟ خودتو جمع جور بکن. خانه خراب نسلامتی و معلم و دوام. داخل ببین چه جوری داره نگام میکنی. صبر داشته باش، میاد کفشتم لیس میزنه را بیفت. دلم داره براش قش میره. اینجا قش نکنی کسی نیست رو حل بیاره ده. چی شده مسعود؟ بد جوری به طرف نگاه میکنی. آره دست پامو گم کرد. اون دختره کیه تو میشناسی؟ نه تا حالا ندیدمش. عجب مالیه. طرفت بد جوری رفته تو نفره. خودشو خیلی مخونشون میده. هر طوری باشه به طورش میزنم. این یکی رو خیال نمیکنم. شرط میبندی؟ سر 500 تا حاضری؟ پس نگاه کن. جونین به نظرم میخواد بیاد اینجا. دختر خودتو جمع جور کن. خب میاد جی میاد. یه کاری نکن من از اینجا بلنشم برم. چشم. ببخشید شما مشروب دستور داده بودید؟ نه 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 خیر. نفهمیدم آی گارسون جنابالی چرا چشمه رو زول زدی اونی نگاه میکنی؟ از منم میتونی سوال بکنی؟ مسئلت میخوام قربان. برو به کارت ببینم. برو بذار بیار کسی مشروب نخواستی. یالا چشم چشم. چرا اینجوری باش حرف زدی؟ صبر داشته باش. ممکنه دیگه نیاد پیش ما. شرط و باختی. طرف ناخذ از آب در اومد. جوجه رو آخر پاییز میشمرن. بگو موزیک. آهای موزیک. افتخار میدیم با هم برخصیم. نفهمیدم از کی تلا گرسون هم میرخصیم؟ پس کدام احمقی بود الان برای من مشروب آورد؟ من به این وسیله میخواستم با شما آشنا بشم. من مسعود نجیبی صاحب کارخانه های پنیرسازی هستم. بوی گند کنیر کشت ماره. شوخی میفرمایید. اجازه میفرمایید چند دقیقه اینجا بشینم. تعارف نکن بفرما. سلام. سلام. مسعود کجاست؟ اونجاست. داره معامله میکنی. ممکنه سوال کنم اسم شما چی؟ مگه جناب علی کارمند پست سجل احوالیگی اسمش سوال میکنی؟ نه این خودش سعاده که آدم اسم ایشونو بدونه. اسمتون چیه خانم؟ اسم من میتراست. پدرم هم یکی از ملاکین بزرگه. ایشونم پیشکار پدرم هستن. خیلی از آشناییتون خوشحالم. بندم از آشنایی شما بدحالم. حالا ممکنه خواهش کنم که تشویشتن این زحمت کم بشه؟ به نوبر. چی داری میگی دختر جان؟ حرفش نزن. من در مقابل پدرت مسئولم. ابی نداره. من مرخص میشم. فقط اجازه بدید دستتون رو ببوسم. دست ابی نداره. آیه پنیر فروش چیکار داری میکنی قربان جناب علی؟ با دکانی که معامله نداری ناخونک نسن. میخواست تو رو بو بوسه. میتونی خونه رو ماچ میکنی؟ مثل اینکه معامله بیخ پیدا کرد. آخ الهی بمیرم. خیلی محکم زدمش. سلام هم سلام پسرم. مثل اینکه زیاد خوشحال نیست. چرا؟ داشتم با اون آقا معامله میکردم. آره دیدم. دلم برات میسوزه. باید برم از دلشون در بیارم. چه؟ دیدی چی میگم؟ چشمی الان. سلام. 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 من عموی مسعودم. اومدم به خاطر بی‌ادبی که اون نسبت به شما کرده ازتون عذرخواهی کنم. انشالله که میبخشید. آخر جوانی و هزار عیب. چون به خاطر شماست بنده میباشم. بفرما چند دقیقه در خدمت باش. باختی پسر. آره شماها درست گفتی. این با اونای دیگه فرق میکنه. من فکر نمیکردم اینقدر بی شخصیت باشی. شما دیگه کوتاهی یا خانم با شخصیت. حالا دیگه مسخرم میکنی؟ بیا بریم برقصیم. معلوم میشه خیلی دوستت داره. بی خود. از امشب دیگه زندگی من عوض میشه. اون دختره بعد جوری کلافه کرده. مثل اینکه میخوام برم. چرا به این زودی؟ با اجازه جناب علی میتره خانم درس پیانو دارن. میترسم اوسا بیاد ایشان نباشه. نصف شبی؟
بله ایشان نصف شب برای تمرین ترجیح میدن قربان. بله. خب در هر حال بازم ازتون معذرت. زل علی مستدم دکتر جان بریم وقت خوابه. بریم جان. خیر خانم. بریم عزیز. من الان پر میکردم. خرم زیاده کافش خیلی افتضاح بود. خدا حافظ. چی شده؟ چرا همچی میکنی؟ نامرد من چیز میزنی؟ من چیز منظورش اینه که جناب علی خیلی خوب بزن بزن ارگیز بازی کردیم. بله منظور منم همینه. بله خیلی ممنون. وظیفه بود که شما را دست اون گرگانه چاید. بهتره که وظیفت بود که خیلی ممنونیم. خدا حافظ جنم. من وظیفه. سب کنی خواهش بکنم. چه جن؟ فقط بگیم من کجا میتونم شما را ببینم؟ والا من همش تو بیابونا. بله بله منظور ایشان اینه که تمام وقتشان صرف شکار و اسب سواری و اسب دوانی و اینجور چیزا میشه. من بله. اگه سعادت باشد بعدن من خودم شما را میبینم. فکرش کردم منم از برو دکنه. بفرمایید اینم حق العمل شما. این همه کتک خوردیم چی اندر قاز میدی؟ عیب نداره جانم ما مشتری هستیم. تلافیش یه جای دیگه در میارم. بله قول مام آمدم. بفرما بابا. مثل اینکه خیلی ناراحتی. والا میدونم حس میکنی داره رقیب پیدا میشه. خوب فهمیدم. آره بدجوری به دختر چسبیده. فکر میکنم باید بذاریم بریم دنبال کاره. چه چی بشه؟ من دیگه طاقت ندارم. نمیتونم کسافت کاریاشو تحمل کنم. نمیتونم. باید طاقت داشته باشی. باید به حرف من باشی. منم از فردا مواظبم ببینم این دختره کیه. هر جا مسعود بره همونجا اگه دیدم اوضاع خرابه سر دختره رو زیر آب میکنم. خیال تخت باشه. ازت ممنونم دخترم. تو جون منو نجات دادی. این که چیزی نیست قربان تو برم. بله چه؟ مثل اینکه چه خبرهاییه؟ بله مسعود این خانم جون منو نجات داد. راه کن. ها پاش معلوم هم هست. راه باید به این پنجه ها که اینقدر خوب نشونه گیری میکنن بوسه زن. دواری چه کاره این که کار ما دخالت میکنی؟ همه کار قربان گرفتاری نداره. میتونه خانم باشون نامرد زد در رفت نگاه کن. خدا کنه چیزی بده باشی. وای چیزی نشده. آخ الهی من بمیرم طوری که نه. چی بود؟ چرا میخواست شما رو بکشه؟ من میدنم قربان. برای اینکه پدرش همی یدن دختر در میلیون ها تومن ثروت. اگر میتونه خانوم از بین بره در تمام ثروت باباش بی صاحب میمانه ده با مرگ شما. من باید از امروز بیشتر مواظب شما باشم. اصلا احتیاجی نیست. تو زحمت نکش قربان. زحمتی نمیخواد. بنده خودم چهار چشمی مواظب باشم. با مرگ شما. نوبر خان شما یه کمی کوتاه بیاید. بالاخره این دوتا جوانن. باید یه کمی با هم تنها باشن و حرفاشونو بزنن. نقشه کشم قربان. بندی همچه اجازه رو نمیدم. با مرگ شما. خواهش میکنم اجازه بده. به خاطر موی سفید شما چشم حالا که شما اصرار دارید من موافقت میکنم. ولی آقای مسعود خان باید بدانی بنده از دور مواظبت هستم. عوضی بری حسابت میرسم با مرگ شما. خیلی ممنون. ببینم موافقی که دو ساعت وقتتو به من بدی؟ چرا که نه. Thank you.
بازم این سرخر پیدا شد. بله اونم چی سرخری، نه مال نیست و شب درست واسه این دفعه دیگم پشک میندازیم. تا این موضوع برای من سر نگیرد من باور نمی کنم جان. میخوای باور کن میخوای نکن. من همین روزا ترتیب کارا رو میدم، به عموما میگم که دست به کار بشه. ولی آخه میدنی این موضوع یک اشکال دیگه ای هم داره. دیگه چیه؟ خانواده میترا خانم تا پدرش از امریکا نیادگی نمیشد قربان. پس تو چه کاره هستی؟ تلگراف کن فورا حرکت کنه، بعدم نتیجهشو به من یا به عموم خبر بده. چشم. حالا گی موضوع زندگی شما دو نفره من ترتیب کارا رو میدم. برو جانم برو، خیالت راحت آسوده باشه. خیلی ازت ممنونم، اگه تو رو نداشتت چی کامی کردم؟ چم چاره میکردی؟ چه خودش لوس میکنه زودم بعدم خودمانی میشود. خب من حرفامو با نوبر خان زدم، میرم با عمومم حرف بزنم. خداحافظ. خداحافظ. تمام شد. انشاءالله با همین زودی زود ایار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا رو رمیندازیم دی. من که دیگه از رول بازی کردن خسته شدم. اون منو دوست نداره، اون این قیافه رو دوست داره. اگه این مورو از سرم بردارن دیگه منو دوست نداره، اون فقط ظاهر منو دوست داره. لیلا من تو رو دوست دارم، دلم میخواد تو مال من باشی. آخه اگه یه مرتبه دیگه مزاحم من بشی و میگم پسرمون پدرتو درگیری، تو خجالت نکشیدی این کارو کردی؟ ببخشید لیلا جان، تو راست میگی، من کار بدی کردم. ولی ببین خب برو پیکاره. میگم نوبر کیه ها که اسمشو آوردی؟ نامزدته؟ تو مربوط نیست اینو جو، بدون بشم اینو جو، دست دست دوغت برم اینو جو. اینو جو باش تو پرسیدم چی شده؟ از اون گامبو بپرس. باش میرم گام باشه. باش میرم. هرگی بگیرم. باش شده. هرگی باش باش پیداش نکردی؟ نه نه کس فرار کرد. سلام. 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 سلام لیلا جون. با این لباس چه خوشگل شدی. ببینم هنوز مسعود بویی نبرده؟ هنوز که نه، ولی خیلی دوستم داره. البته همه اینا رو از نوبر دارم. خدا کنه گندش در نیاد و الا آبرومت میره. خب این طرفا چی کار میکنی؟ دنبال توپول میگردم. کجاست؟ همین اطراف. توپول کی؟ توپول چه جانوریه؟ تو فنگ منو بگیر. توپول پیشکار مسعوده. بیا بریم اگه ما رو ببینه. بریم. سلام قربونم. کجا با این عجله؟ قربون خیانت شده، جنایت شده، خیانت شده، بنده و شما شده. خیانت؟ بله، میترا خانم گلابیه. یعنی چه؟ یعنی اینکه میترا خانم همون گلنسای خودمونه. گلنسا؟ بله، یه دختر کولیه، میخوام برم به مسعود خان بگم. بله اگه این کارو بکنی بیرونت میکنم. چرا؟ باید این موضوع مسکوت بمونه. چرا؟ ضمناً من میخوام گلنسا رو از نزدیک ببینم. میخوام ببینم چه جور دختریه. خوبه بعد نی؟ راستی یه چیز دیگه، باید برام بگی گلنسا چرا رنگ عوض کرده؟ مگه مسعود رو دوست داره؟ Thank you.
شیرین زبونی میرقصی میخونی شیطون بلا لحظه یارون نمیمونی با شیرین زبونی میرقصی میخونی شیطون بلا لحظه یارون نمیمونی راو علاقمند شد قصه نخور ترتیبی میدم که حقیقت رو درک بکنه مجبورش میکنم در مقابل این همه محبت سر تعظیم فرود بیاره فقط هرچی میگم باید گوش بده باریکلا 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 آفرین بی مردی و مردانگی فقط یاد بگیر پسر باریکلا قربان دهنت علی هر زدی کیف کردم به خودم اصلا من میخوام ببینم جنابالی رو سر نه وقتی دو تا بزرگتر دارن حرف میزنن کوچیکتر دخالت نمیکنه یه گوشه ما میشه قهوه میشه آخه چش به قربان چش آفرین فقط حیف نمیدنم با این هیکل چی بکنم اگر بزنمت میمیری اگر بکشمت مثل بشکه میترکه همون بهتره که به تو حرفی نزنم تا ته دلت بسوزه چه دور آقو بگم دهنه تو ببن من اینجا همه کارم اگه حرف بذاری میگم به نظر بیرون ماشالله ماشالله هیزر ماشالله جیگر شیر داره آقای هیزر پا خوشم اومد فهمید بله نسبت شیر بله در هر حال قربان بنده اجازه میخوام بخاطر این بزرگواری سرکار دستایی تو رو بموسم چرا؟ آدم باید تو زندگی قبل از هر چیز یک انسان باشه. ها بله بله انشاءالله فردا همه چی درست میشه. فقط باید به هر چی که میگم عمل کنی. الانتظار اشد من المردن. یعنی انت به خدا. پس چرا نیمه؟ من که دارم دیوونه میشم والا الان دیگه هر کجا باشن باید پیداش باشه باید به جان شما میدنم راست میگه مسعود باباش تازه از را رسیده باید, باید خودشو مرتب کنه یا نه سلام نفهمیدم کی به تو اجازه داد بیا اینجا زود باش گورتو گم کن ولی من با تو کار دارم تو چیه بیتار بیاد یکمی مؤدبتر حرف بزن باش آقا من میخوام با شما حرف بزنم گفتم برو بیرون یه وقت دیگه بیا حرفتو بزن مگه حالا چه عیبی داری؟ خیلی عیب داره الان نامزدم میاد اینجا اگه تو رو اینجا ببینه اوقش میگیره ممکنه اصلا بذاره بره ناراحت نباش اوقش نمیگیره چون تو این بغچه حبسه چی داری میگی؟ نکنه برای سرشو بردی؟ نه الان نشونت میدم بیا اینم نامزده ببخشید پس میترا تو بودی؟ پس فطرت دروغگو چرا دنیای من خراب کردی؟ چرا زندگیمو به باد دادی؟ چرا به من دروغ گفتی؟ چرا؟ باید به امثال شماها دروغ گفت چون از حقیقت خوشتون نمیاد به آدمی که فقط به موهای قلابی به موژه‌های مصنوعی به رنگ و روغن‌های جور و جور دلخوشی پیدا میکنه باید دروغ گفت مگه من چه فرقی کرده بودم فقط یک کمی زلمب و زیمبام زیاد شده بود حالا هم برام مهم نیست چه منو دوست داشته باشی چه نداشته باشی برام فرقی نمیکنه من از اینجا میرم برای همیشه فقط اینو بدون که خیلی دوستت دارم که حاضر شدم خودمو به اون شکل در بیارم سلام چی ببارم خدا چشم بود مرم از گدهره میگیره شما از این جریان خبر داشتی؟ بله پس چرا به من حرفی نزدی؟ چرا گذاشتین باعث خندگی مردم بشم؟ حالا جواب دوستامو چی بدم؟ کدوم دوستا؟ اونایی که خودشون هزار جور عیب و ننگ دارن یا اونایی که منتظرن مثل لاشخار رو پولای تو بیفتن؟ افسوس که تو هنوز مردمو نشناختی اینم بدون که تو لیاقت شوهری اون دختر رو نداری شما دارین از یه دختر کولی دفاع میکنی؟ بله کولی ولی نجیب و بیخلقش اون میتونه حتی گلیم تو رو تو زندگی از آب بیرون بکشه ولی اون به درد من نمیخوره اصلا خیلی خوب خودت میدونی برو با همون لجنا زندگی کن با همون کثافتا بالاخره یه روزی رو میبینم که از شدت مرض مومو بزنی واقعا حیفه یه همچی دختری که تو رو مثل چشماش دوست داره سلام تو اینجا چی کار میکنی؟
فهمیدم چه کلایی سرت رفته، اومدم که تنها نباشی. لازم نکرده، خواهش میکنم تشریف ببری. گوش کن مسعود، این دختر زن زندگی تو نیست. تو باید با یه دختری عروسی کنی که شخصیت داشته باشه، خونواده دار باشه، مثل من. برو ببینم بابا ایک میری. صبر کن، من میدونم که تو منو دوست داری. اگه حالا عصبانی هستی اشکالی نداره، بعدنم میتونیم با هم حرف بزنیم. گوش کن، من با زندگی گذشتم خدافزی کردم. اینم بدون که بعد از این فقط اسم یه دختر تو زندگی من برده میشه، اونم گلنساز. تو هیچ دختری رو به اندازه اون دوست نداشتم، هیچ کسو. احمد خفه شو. چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ دیگه همه موم شد. مسعود اون دختره رو دوست داره، اون مرا زد، اون مرا مثل یه دستمال چرت دور انداخت. داغ دختره رو به دلش بزن، حالا میبینی. بابا جان از گریه کردن چیزی عیدتو نمیشه. من به تو قول میدم خودم یک شوهر خوبی برای چی ببخشید، یک شوهری برای تو پیدا بکنم تا آخر عمر هست باشی. تو دیگه خفه شو. بابا یقی بی سبب رو بل کن، آخه جم به جنت بکنه. نه تو همون همون چی؟ همون خانمی بی بودی هستی بو خود. این ماشین در میاد، یه قره بل کن برای مردم سوتا بابود میشه. بابا جان جمعاتی اونا هاشن اونجا همون عوضیان. بیا بریم. سگه که باشه میزنم تو گوشش. بی بالا برفتنم برا آمده تو برسو. چرم میگم بی پدر مادر خجالتی میکشی شما، من شما کشیدی تو. برش کنی، کمک کن، برش کنی، کمک کن. پایی بیچاره چی کار داری؟ برش کنی، شما نکنه با پدر میگم. پایی بیارش کنی، برش کن. من کشیدی آجا بی پدر مادر رو یک بی پدر مادر رو سیده یه تنظر یکر برو نگه کنده رو. بابا من بیم بابا من بیم بابا من بیم بابا خوشم شما. Come on!
سیبیل بکش کنار جهنم.